حسن شماعی‌زاده نه تنها خودش آهنگ‌های بسیار خاطره‌انگیزی رو برای مردم ایران خونده، آهنگ‌هایی رو هم ساخته که نوروزهای مردم ایران رو ساخته. شاید اون آهنگا صرفاً برای نوروز ساخته نشده، اما مردم جاده شمال می‌رفتن گوش می‌دادن، مهمانی بوده گوش می‌دادن، کنسرت می‌رفتن خواننده‌های لس‌آنجلسیا. نوروز برای خود شما چه حسی داره؟ ببینید، خمینی وقتی پیاپیما داشت اومد ایران، خبرنگارا ازش پرسیدن احساست چیه بعد از 15 سال که داره میای به ایران، گفت هیچی. و قدزاده استرا ترجمه کرد نو کامنت، یعنی حرفی نداره. دازم یک کامنت داره. در واقع خمینی داشت میگفتش که اون موقع خیلی متوجه نشدن که خمینی چی داره میگه. در واقع خمینی داشت میگفتش که من اسلام ناسیونالیستم، من وطن پرست نیستم، من ایرانی نیستم، من هر جا که مسلمان باشه، هر جا کشور اسلامی باشه، اونجا وطن منه. و از روز اول اعلام کرد که با ایرانیت مخالفه، منتها غیر مستقیم اعلام کرد. بعدها خیلی با روی بازتر این مسئله رو عنوان کرد. و اصولا شما ببین، یا ایرانی هستی یا اسلامی هستی، نمیشه هر دو با هم. شده تا حالا، ولی در واقع یه جا میزنه بیرون. در واقع مرتب دارن با ایرانیت، با هر نه فقط نوروز، هر چه که مربوط به ملیگراییه دارن باش مخالفت میکنن. حتی اسم یلدا رو میخواستن عوض بکنن. بله، چه از مقبره کوروش بگیریم که مردم جمع میشدن، چه جای دیگه، چه تخت جمشید، چه یک کسی مثل رضا شاه که واقعا نماد ملیگرایی بود، زدن به اون شکل قبرش رو خراب کردن. به هر حال نوروز یکی از اون پایه های ایرانیت و ملیگرایی ماست و یکی از محکمترینشه، یکی از قویترینشه که در فرهنگ ما جا خوش کرده و خوشبختانه مونده. اشاره کردید به تلاش هایی که خب می شده برای اینکه این سنت های ایرانی، این فرهنگ ایرانی که حالا همش هم خاص ایرانی ها نبوده، خیلی تو اون منطقه ای که الان همسایگان ایران هستن جشن میگیرن نوروز رو، به خاطر اینکه تمام مناطق جزء ایران بوده. دقیقا. و الان خب کشورهایی هستن که خودشون جداگانه دارن جشن میگن، اما یک تلاشی هم این بر بود، یعنی میشه گفت اون هنرمندانی که به عنوان هنرمندان نسل اولی که بعد از انقلاب 57 به لس آنجلس آمدند، همیشه این شوهایی که از توی نوارهای VHS از لس آنجلس می اومد ایران، مردم اینها رو نگاه میکردن، یا نوار کاست هایی که می اومد، به نوع این زنده نگه داشتن روز یک تلاشی بود که این هنرمندان میکردن در اون سالها برای اینکه نوروز رو نگه دارن و موفق هم شدن. ببینید، من سال 58 یک بار برگشتم ایران، اول تیر 58، به خاطر اینکه پولم تموم شد و در واقع برگشتم ایران. 5 ماه در ایران بودم و دوم آبان 1358، قبل از چند روز قبل از گروگانگیری، که اگه زودتر نمیرفتم ممکن بود ویزای 4 ساله من باطل بشه، چون بایدن بلا فاصله دستور داد که در حال حالا از موضوع اصلی کارتر ببخشید از موضوع اصلی ممنونم از موضوع اصلی خارج نشیم. من 2 تا آهنگ اون زمانی که در تهران بودم خوندم، یکی وطنم تنها نمونی وطنم که رضای رویگریم اونم خوند این آهنگو، یکی برا من هیچ کجا وطن نمیشه. خب اومده اون لس آنجلس تو کاباره کلبه، وقتی میرفتم رو صحنه و این آهنگو میخوندم، هنوز باور کنید 1 دقیقه 2 دقیقه از آهنگ کمتر، همچی که شروع میکردم 1 دقیقه از آهنگو میخوندم، تمام مردم دستمال دستشون بوده گریه میکردن. برای من هیچ کجا وطن نمیشه، اون آهنگ معروف.
و بعد از اون 10 دقیقه بعد از اونم میبردم همون مردمی که گریه میکردم میبردم رو پیست رقصشون رو بکنم. برام مزمون اینه که این نمیشه چیزای نوستالژی رو از مردم گرفت. نوروز یک چیز باستانی و نوستالژیه. در یکی از مسابقه دیگه هم گفتم برحال ماو رهبر چین گفت هر اون کس که مردم رو به یاد قبل از انقلاب میندازه بکشین و از بین ببرین، حتی سنگ قبرهاشون رو بکنین که کسی به یاد قبل از انقلاب نیفته. چطور این نوستالژی مثل خیلی از هنرمندایی که در خارج بودن، البته شامل همه نمیشه، ولی این هنرمندای تاثیرگذار، حالا یه کسی مثل فرض کنین گوگوش یا ابی که اینا نوستالژی های اون موقع هستن میتونن روی مردم اثر بذارن، یه کسی دیگه هم به شکل های دیگه، مثل یه چیزهای دیگه هم به شکل های دیگه، مثل نوروز، مثل چهارشنبه سوری، مثل جشن مهرگان. و چقدر مردم بعد از انقلاب اینا رو بزرگتر کردن و بیشتر بهش توجه کردن و یک نوع به اصطلاح لجبازی با حالت لجبازی به خود حکومت گرفت. اشاره کردید به خیلی جالب بود که گفتید که در سال 58 6 ماه رو در ایران بودید. 5 ماه از اول تیر تا دوم آبان. بعد از اینکه از ایران بیرون آمدید هم شما ترانه هایی ساختید که خیلی هاش سیاسی بوده. بله. و از اون روزها، از اون تلاش ها به ما بگید. ببینید تلویزیون جام جم لس آنجلس با اون آهنگ توی که شیفته خوندش و همون شیفتن با همون آهنگ شناخته شد و 2 تا آهنگ دیگه، من بیش از 40 آهنگ میهنی سیاسی دارم که یا خودم خوندم یا دوستان دیگه هم خوندن. عارف خونده، شیفته خونده، ستار خونده، خودم خوندم، مثل یعقوب لیس، مثل 5 انگوش که اشاره داره به 5 دین ایران، مثل وطنم، همون وطنم، تنها نمونی وطنم و خیلی آهنگای دیگه که اینا همه مربوط به ایرانه و بیشترش مربوط به ملیگرایی ایرانه. از کجا می اومده؟ یعنی این حسی که بنویسید، آهنگ رو بسازید برای شما، خودتون آدم سیاسی بودین یا نه جبری بوده که می اومده و شما رو به این سمت هدایت میکرده؟ به حس من اینو، شاید بقیه اینطوری هستن که من نشستم و یه احساسی اومد و فلان و اینا، نه من در من اینطوری نیست. من فقط تصمیم میگرفتم که یه کاری رو به نظرم خوب میمد پاری درستش میکردم و همین، نه بیشتر از این. پس بنابراین چیزی بوده که از دل شما میومده بیرون و همون موقع هم شما این رو سریع میساختید که با زمانش هم هماهنگ بوده. نگاه میکردم مثلا الان این موقعیت اینه، الان مثلا فرض کن 88 و اون مثلا اون میوندم آهنگ مردم رو باز ستار رو شیفته خوندیم یا رفراندوم رو توجه میکنیم. روبروی فدرال بیلدینگ رفته بودیم برای تظاهرات، عده زیادی هم اومده بودن. هما جون، هما میرفشار عزیز، دیدم راجب یه بند چیز رو گفت، رفراندوم رو، و بر اساس اون من تصمیم گرفتم اومدم خونه و کار انجام دادم و بعدم به دوستانمون زنگ زدیم، بقیه اومدن و آقای رفیعی هم اومد فیلمش رو گرفت و شد آهنگ رفراندوم. نه من این که من برم توی یه حسی و حالا بشنم لب جوب آب و نمیدونم یه چی، نه من گاهی بدون هیچی کاغذ رو برم دارم می نویسم یا به کلاویای پیانو نگاه میکنم آهنگ رو ساختم رفته. من یه آهنگ دادم به خانم فتانه به اسم نامهربون، باور کنید 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. البته تا ضبطش خیلی طول کشید تا بره تنظیم بشه بیاد استودیو، ولی اون پایه اصلی فقط یه بار زدم رفت. تا یادم یه بار که داشتیم با هم صحبت میکردیم شما فرمودین که خیلی از این آهنگ ها اصلا
فکرش هم نمی‌کردی که یه روزی در ایران انقدر اینها بگیره. اینها صرف لس آنجلس بوده. ببینید ما، من گفتم یه بار از بیپولی برگشتم ایران، خب ما زندگی خیلی سختی داشتیم اینجا و برای سروایو کردن به اصطلاح برای ارتزاق زندگی یه سری آهنگ می‌ساختیم که بیشتر مربوط به عروسی و مهمونی ها بود. اصلا فکر نمی‌کردیم این آهنگ به ایران بره. یه موقع دیدیم که همه آهنگ رفته ایران و خیلی هم خوشحال شدیم. چرا؟ چون به قول خود ایرانی‌ها به روحیه‌شون در زمان جنگ بسیار کمک کرد. تو اون وضعیت نابسامان جنگ که یه آهنگم بود اسم صلح که من و پدانه و خانم الهه اجرا کردیم. زمانی بود که صدام بمب می‌ریخ روی تهران. اون هم جلو فدرال بیلدینگ خیلی تظاهرات شد. یه عده‌ها تو استراحت کردن. ولی اون آهنگم یکی از اون آهنگای اون زمانه. بله. اشاره کردید به این که خب هم شما هم خیلی از هنرمندان اینجا برای اینکه روزمره‌های زندگی خودشون رو بگذارن شرایط سختی داشتن در ابتدا. ولی خب ما می‌دونیم که این هنرمندان قبل از انقلاب در ایران شرایط مناسبی داشتن. اون آخرین نوروزی که در ایران شما بودید و جشن می‌گرفتید ایرانی، آیا فکرشون می‌کردید که امکان داره مثلا چند ماه بعدش همه چیز یک دفعه به این شکل به هم بریزه؟ نه فکرشون نمی‌کردیم. ولی اون نامه‌ای که در بهمن یا اون نامه معروف که اومد بیرون ضد خمینی و اون 40 روزا مطرح امضا کرد، 40 روزا شروع شد. اون موقع من خانم رو گوش کاوره ونک می‌خوندیم و حتی مجبور شدیم برنامه رو تعطیل کنیم. حتی شایع بود اومده بودن گوش رو بدزدن. حتی حالا این چه هنوز اواخر 56 شه و بعد یواش یواش این اتفاقات افتاد دیگه. 40 روز به 40 روز چهلم قم رو گرفتن، تبریز رو گرفتن، اصفهان رو گرفتن، اونجا رو گرفتن. این همطور ادامه پیدا کرد. و اینا به شما گفتن، اینا چند دفعه دیگه من گفت نوشتم ولی جایی نگفتم. من یک بار اومدم آمریکا برای ضبط سه تا آهنگ به صورت 24 باندی، چون نداشتیم در ایران. تو اون موقع ما فقط 8 باندی داشتیم. اون آهنگ رفتنه هم یکی از این آهنگا بود. اومدم آمریکا، آندرانیک قبلا اومده بود آمریکا که بمونه و به کمک اون این سه تا آهنگ رو ضبط کردم و برگشتم. حالا منظورم از همین این که وقتی برگشتم تو فرودگاه روم واقعا دیدم این کمونیست‌ها دارن چیز پخش کنه، اعلامیه پخش کنه اینا. من 16 توی فرودگاه روم علیه شاه، بله، 16 مرداد وارد ایران شدم. صبحای جمعه می رفتیم فوتبال، طبق معمول رفتم که بریم به فوتبال بچه ها برسیم. دیدم اوضاع شلوغ شده و اون روز اتفاقی که میدون جاله افتاد که خب قبلش هم از سینما رکس اتفاق افتاده بود، چون اون موقع من ایران نبودم، آمریکا بود. این باعث شد که همه چیز به هم بخوره و واقعا اینو بارها گفتم، از اون روز 17 شهریور دیگه ما روز خوش ندیدیم. شرایط رو به بدتر شدن میرفت. واقعا شرایط، همش نگرانی، همش ناراحتی. خب به ما میگفتن طاغوتی دیگه، به ما حرف میزدی گفتن شما طاغوتی هستیم. خب اشتباه میکنیم، گفتن شما طاغوتی هستیم. ما ضد انقلاب بودیم. افتخار میکنم که ضد انقلاب بودم. ولی خب شد. و بعد مهاجرتی دیگه میشه گفتش که رسما از بعد از سال 58 به لس آنجلس، بعد از آخرین باری که شما اومد. ببینید فکر نمیکردیم داریم میریم دیگه برنمیگردیم. حتی بلیط‌ها رو 45 روزه گرفته بودیم. توجه کنید منصور بیبیان یه موقع من گفتش که میخوام برم ایران. منم می‌خواستم برم ایران، یه کاری داشتم انجام بدم. پرویز کهن توی کابره درویش نیویورک من گفت که یه هفته دیگه بمون. گفتم منصور تو برو، من بعدم میام. منصور رفت و
ویزای 4 ساله باطل شد، دیگه نتونست بیاد. چند سال نتونست بیاد. بعد از ماجرای گروگانگیری که ویزا رو باطل می‌کردن. چند سال نتونست بیاد تا بالاخره میره یکی از این ایرلاین‌های مالی کشورهای خیلی چیزو میگه این ویزا درسته، میگه آره، میارنش فرودگاه لس آنجلس و البته اون ایرلاین هم $10,000 جریمه کردن چون به این سوارش کرده بود. فقط به زبان بیزبونی میگه بهش گفتم که من زن و بچه هم ببینم یه دفعه میرم. 24 ساعت بهش ویزا داده، ولی خب اومد چیز که وارد آمریکا شد که نمیتونم بیرونش کنم. یعنی اگه شما هم رفته بودید ممکن بود که دیگه نتونید. به همین دلیل که من اگه رفته بودم منم واقعا گیر میافتادم. خب از اون نوروزهای بعدش به ما بگید، یعنی نوروزهایی که حالا میشه گفت به نوعی در لس آنجلس دور از ایران و مشخصا خب باید شما کار حرفه‌ای خودتون رو ادامه میدادید، از اون روزها به ما بگید. یه سری دوستان بودن که برنامه گذار بودن و اینا خیلی سعی میکردن در نوروزها نوروزهای با ابهت برگزار کنن، یکیش همین سازمان جشن‌ها بود و اینا اومدن و هر سال نوروز رو واقعا اونطور که شایستش با گذاشتن کنسرت، با گذاشتن به اصطلاح جمع‌آوری مردم و کنار بودن، کنار هم بودن مردم، تجمعات مردم، نسعی کردن که نوروز رو هر سال از سال قبلش بیشتر و بزرگتر و بهتر برگزار کنن. و خود شما باهاشون کار میکردین؟ بله، من که من کار میکردم، همه هنرمند باهاشون کار میکردن. همه ناراحت بودن، همه آرزوی برگشتن داشتن. اون چمدون های معروفی که میگن تا سالها هم باز نشد و در همین شهر منتظر بودن که برگردن. ببین اون چیز که اتفاق افتاد، چاله بهتون بگم، اون مسئله اون 72 تنی که یه حال 70 چند نفری که تو مجلس شورای اسلامی کشته شدن و بعد اون 2 نفر دفتر نخست وزیری بود فکر میکنم 72 نفر و اون اون رجایی و اون چیز اونا که کشته شدن. مسئول امنی یه شعری گفت همین روزا دوباره میریم ایران دوباره. خیلی از مردم گفتن شما این شعر رو خوندیم ما اصلا چمدونم با نکردیم، ما منتظر بودیم برگردیم. بله اون شعر رو گفت و بعد اونم اجراش کردیم میریم ایران. من با خانم معصی اجرا کردم. شما با خانم معصی؟ بله. همین روزا دوباره خدا منت بیزاره میریم ایران دوباره. بعد یه شوخی هم درست کرده بودن، حالا من از خنده میگم میریم ایران دوباره برمیگردیم با پولامون شطور در خواب بینات هم بدن. خودمون درست کردیم از اینکه جوک گفتن. ولی امیدی بوده که همیشه برای برگشت و این خودش تلاشی بوده برای برگشت و امیدی به این که بلافر. نه در همه انقلاب اینجور بوده، قربونت برم، همه انقلاب اینجور بوده. خیلی تو انقلاب روسیه رفتن طبقات سویت های بالای هتل ها رو گرفتن، یواش یواش اومدن پایین، بعد آخر شدن درمون هتل. نه اتفاق افتاده که بالاخره امید یه چیزی که همیشه در انسان میمونه. ولی یه چیزی در آخر بگم که حرف رو تمومش کرده باشم، هیچ انقلابی، هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی دوام نخواهد آورد. نه شرط اصلیش هست. اگر من از شما بپرسم که یک نوروزی که خیلی نوروز خاصی بوده برای حسن شماعی‌زاده، چه نوروز خاصی بوده، چه نوروزی بوده که اگه بخواید تمام این نوروزهایی که در سالیان گذشته سپری کردید برید مشخصا سراغ اون؟ یه سری نوروز بود که شرکت کلتکس میمد و یه سری نوار ضبط میکرد و اینا رو هم تو ایران میگرفتن ویدیو رو به خاطر نوروز و اینا کارهای بسیار قشنگی توش میشد، بسیار عظیمی توش میشد و راجب نوروز خیلی هم آهنگا خونده شده توش و مردم خیلی در ایران استقبال میکردن اینا و به هر شکلی بود به هر حال این نوار رو تهیه میکردن، نوارهایی که مربوط به نوروز بود. مردم ایران خوب یادشون هست، اون نسل دوم
نسل اول دوم بسیار خوب یادشونه که این نوار رو تهیه میشد. یعنی اون ویدیوهایی که اون سالهایی که اون ویدیوهایی که شما تهیه میکردید خاص برای نوروز، اون نوروزها براتون خیلی نوروزهای پرجنبوش یادار به یاد مونده. اصلا وقتی میرفتیم که اینا رو به صورت تهیه کنیم یک جنب و جوش و یک هیجانی پشتش بود، همه یک حس ملیگرایی، یه حس وطن پرستی، یه جوری همه همدلی به خاطر اینکه نوروز رو هرچه بهتر بتونن برگزارش بکنن. اگر برای مثلا یک نوروز خاصی در برنامه‌ای بودید شما و از اون حسی که به حال مردم از ایران می اومدن برنامه شما رو ببینن، نوروزی که در کنار مردم بودین، سفرهایی که داشتید، از اون زمان برنامه بگید، اون حس و حالی که می گرفتین. به هر حال معمولا توی نوروزا اکثرا ما برنامه داشتیم، خب و از جاهای مختلف می اومدن برای دیدن ما و برای برگزاری نوروز می اومدن در شهرهای مختلف، در استیت‌های مختلف، در کشورهای مختلف. حتی مثلا ما سوئد اون شمالی ترین جاش رفته بودیم، شما اگه ماشین رو پارک می‌کردی باید می‌زدی به برق که ماشین تو سرما نتره، که تا اونجا هم رفتیم تو نوروز. از استرالیا بگیرین تا، یعنی از قطب جنوب تا قطب شمال ما رفتیم. و این عشق به مردم ایران بوده که برای شما بخونید و برنامه اجرا بکنید. شده که هدیه ویژه‌ای مثلا کسی از ایران براتون بیار از طرفدارانتون که به یادتون بمونه اون سالها؟ بله، من مثلا دبی که بودم، نوروز بود، دبی برنامه داشتم، از مشهد یه سری چیز برام آوردن، یه خربوزه مشهدی هم برام. خربوزه مشهدی جالب بود، تو همه هدیه ها این خیلی از همه جالب تر بود. چقدر هم احتمالا چسبیده اون زمان، برای اینکه فکر نمی کنم لس آنجلس الانه که ما همه چیز میتونیم پیدا کنیم، اون زمان اینجوری نبوده که. کاملا درسته، سوغاتی جالبی بوده، یعنی از به جای زعفرون معمولا ما منتظر زعفران هستیم از مشهد. رسمی که همیشه برای کارها در ابتدای هر سال برنامه ریزی میشه، مثلا خیلی ها میگن من امسال این کار رو میکنم، امسال این کار رو میکنم، شما بوده تصمیمی بگیرید در طول کار حرفه‌ایتون در یک نوروزی بگید من امسال در این سال مثلا باید این کار رو انجام بدم تو کار حرفه‌ایم و بعد انجامش بدین؟ خیلی کارا هست که میخواستیم انجامش بدیم و نشده یا شده. مثلا برای نوروز خب یه سری برنامه مثلا تو استیت‌های مختلف، تو شهرهای مختلف گرفته می‌شد که ما برای اجرای برنامه می‌رفتیم و در واقع نوروز رو داشتیم برگزار می‌کردیم. توجه می‌کنی؟ و اکثرا هم موقع نوروز من پیش خانواده‌ام نبودم. اکثرا هم برای اجرای برنامه به جای مختلفی رفتیم. من 5 قاره دنیا رفتم. من حتی ویتنام هم بودم. برای نوروز؟ نه که برای نوروز. اتفاقا برای نوروز. برای نوروز بودیم. اتفاقا ویتنام برای نوروز. ویتنام چقدر جالب. برای نوروز. یمن بودم. البته اون قبل از نوروز بود. با گوگوش الهه رفتیم یمن. حالا میگم چرا. ولی در چیز که رفتیم در ویتنام ارکستر پاپ رادیو رفتیم در ویتنام، یک آتش بس داده بودن موقتی، قرار بود 4 کشور برای نظارت این آتش بس شرکت کنن، 4 کشور داوطلب شدن، یکی از این کشورها ایران بود. قبل از انقلاب؟ قبل از انقلاب 1973 یا 72 بود یا 73، نوروزم بود. بعد 270 افسر ایرانی برای نظارت بر آتش بس رفتن ویتنام. ما رفتیم برای اونا برنامه اجرا کنیم، که اتفاقا برای لهستانیا هم برای کشورهای دیگه هم برنامه اجرا کردیم. بعدم از جام برای نوروز اومدیم چیز پاکستان،
اونجا برای دانشجوها مثلا برنامه چکر. ببین نوروز که میشد رادیو هلهی داره یادم میاد، رادیو یک قسمتی داشت به اسم سازمان برنامه ویژه که آقای شیرزاد رئیسش بود. ایشون مثلا یه دره میفرستن آلمان، یه دره میفرستن آمریکا، یه دره میفرستن مثلا ترکیه یا جای هر جا برای دانشجوهای ایرانی خارج از کشور برنامه اجرا کنن که برگردن بیان الهه شاد. عجب جالب بود این خاطره ویتنام و بعد سازمان رادیو. رسمی که آرزو میکنیم برای هم در آغاز سال نو، آرزوی شما برای کسانی که از ایران همیشه با شما و با ترانه هاتون با آهنگاتون خاطره دارن چی هستش؟ یعنی هیچ ایرانی آرزوی، یعنی یه طور دیگه بگم، همه مشترکاً یک آرزو دارن. تمام ایرانی ها مشترکاً، غیر از اون 5% که چسبیدن به حکومت، تمام ایرانی ها یک آرزو دارن، اون آزادی ایران. پس شما هم آرزو آزادی ایران رو دارن؟ فقط آزادی ایران، خوشبختی ایران، زندگی آزاد مردم. یه حکومت سکولار در ایران که دین درش دخالت نداشته باشه، این آرزوی ماست. ممنونم از شما و سال نوتون مبارک. قربون شما برم، مرسی، لطف کردید، تشکر. باز هم عید نوروز به همه هموطنانم تبریک می‌گم.